تو لجنم لا کثافت با دنیا دارم خود حسابم نشفنا رفیقم چشامم بزرگ شدیم دیگه توی جنایت رو بدنم جا جراحت یه روح قوی تو جنازه تو سوزشمن تو یه تیم نگاه مرد منم چون دپرو میدم آیسا چون دپرو میدم ادامه اش دستم این تصده از من کام خوش اومدید به یه قسمت دیگه از ریاکشن ویدیوهای کاناله خودتون فرشاد فور لایف توی این ویدیو آخرین چک از آلبوم گنجت بخار والیوم تو رو با هم میشنویم از زیرو تونی وان کید که لینک موزیک که دارم از کانال یوتیوب تونی گوش میدم که تو دیسکریپشن میتونید از طریق لینک از کانال یوتیوب تونی گوش کنید کانال رو یا هر پلتفرم دیگه که دوست داشتید میتونید سرچ کنید سیکرت نه لاج رو از زیرو تونی وان کید به جز اون لینکی که کانال یوتیوب دلولی کانال من و رامتین کانال یوتیوب استنر کانال من و نیما هم تو دیسکریپشن قرار داده شده اگر پادکست دوست دارید یا اگر مثلا دنبال تنوعی دنبال تنوعم تو این پلتفرم سر موزیک خسته شدی یه مسیر طولانی دارید یک ساعت و نیم مثلا نمیتونید موزیک گوش کنید آدیو بوک ها و پادکست ها بهترین جایگزین معمولا تو این موقعیت ها امتحان کنید منم قدیم میگفتم برو بابا فقط موزیک ولی یه روز پادکست گوش کردم به خودم اومدم دیدم یه پادکست گوش میدم سه ساعته سه تا موزیک گوش میدم مثلا 6 دقیقه خیلی بیشتر نمیده اینجوری حالا تو ویدئویی که من دارم موزیک گوش میدم درست نیست حرفو زدم ولی تست کنید پادکست رو خلاص اگر فور گنگ ها رو با چی تو کامنت بریم بشنویم ترک لاج رو از زیرو تونی مان کید آخرین ترک گنگ چه زاخاره دو بلیم. خب 5 دقیقه پسته خوردم و برگشتیم به روال ضبط البته شما در حد کات متوجه میشید ولی 5 دقیقه داشتم پسته میخورم لاج به معنای سکنا مثلا خونه مونه منزلگه امروز عارف شدم پرودوست بای اس جی بیتس کاری ازشون فکرم نشیدم میکس و مستر دمهرو و آخرین ترک ها انرژی ها نیفته برو بریم چاسنال دیریله سعید این مجید اس جیه یا میام توی شب دارک با ننگا میپرم توی مازی خودم شارک یه ساندی افتنون کژوال میام لمبو رو میکنم پارک مهم نیست شارژ کانجسشن باید بچه رو مودی دریله واقعا یه ترک مودی و اصطلاحا دلنوشت ولی مودی و خیلی شخصی تره به نظر میاد افتنون کژوال میام لمبو رو میکنم پارک مهم نیست شارژ کانجسشن باید بچه رو ببرم شارت مینویسم واسه بیبیم جگو دار با این چه قلمم شارت یه زمان پاسپورت تراول مینویسم واسه بیبیم جگو دار با این یه قلمم تیزه ام شارت مینویسم واسه بیبیم جگو دار با این چه قلمم شارت یه زمان پاسپورت تراول داک بود گروپ یا میومدم تراول لاج حالا پاسپورت تراول داک بود نمیدونم با این چه قلمم من سربازی نرفتم نمیدونم چیه قلمم شارت یه زمان پاسپورت به بعد دیگه توجه نمیکنم پاسپورت تراول داک بود گروپ یا میومدم تراول لاج حالا تو مجلس چیل داشت مستر من تراول لاج یه زمان پاسپورت تراول داک بود گروپ یا تراول لاج نمیدونم داشت نمیدونم نرفتم نمیدونم تو اگه میدونی یت سه دست جمع چیه باشگاه نرفتی نمیدونی دیگه منم تراول لاج نرفتم تا الان نمیدونم تراول لاج فرمولی تراول لاج refers to several hotel chains around the world فهمیدم از این بعد فهمیدم میومدم تراول لاج حالا تو مجلس چیل داشت مستره میرم ام آی پی میشینم لاج اگه هی منشن میشه اسمم دیگه تخمم گیف تو فاکس بک دم بچ نمیخواست کنه لینک اپ حالا همیشه کیونش اینجاست کیوت و سایکو یه نمه بایپو حال میکنم باش مثل ما بایپو بایپولا رو میگه قبلا پچ نمیخواست قبلا بچ نمیخواست کنه لینک اپ الان یه ذره اونش حالا همیشه کیونش اینجاست کیوت و سایکو یه نمه بایپو حال میکنم باش مثل مای برو پای از هم پختم لاینو یو دی اونلی وان فاک ود ار کاندوم یه دابل شات بن بده زود میخوام رو مواظب باش داش از هم پختم اچ وی ایرانو ایرانو توران نداره همه جا هست لاینو یو دی اونلی وان فاک ود ار کاندوم یه دابل شات بن بده زود میخوام رولمو بکنم دود داشتم پوز داره میکنه سنگو همه وکسن تو هتل روم خیابون منتهی اجراس مسدود بعد خام جلو در باس وایس پندم و خرجش نمیکنم ترک سود چون هودریش داشی اسپانس داشیم قلافیش میزنه مشکوک این همه سال هنوز تو دانس اکس بچ نو آی دی کالر ابسس ولی بهش دیگه نمیدم فاک یه زمان پاسپورت تراول داک بود گروپ یا میومدم تراول لاج حالا تو مجلس چیل داشت مستر میرم ام آی پی میشینم لاج اگه هی منشن میشه اسمم دیگه تخمم گیف تو فاکس بک دم بچ نمیخواست کنه لینک اپ حالا همیشه کیونش اینجاست
دوستش رپ فارس گوش نمیده ولی میشناسه تونی وان کیدو میگه اجرا داشت یه کسی گوش نده هم دیگه الان تو حاجی پشمو یه دوره بود میگفت زیرو تونی وان کی طرف میگفت کی هست تهران بچه خیلی باحاله رسیدن به اینجایی که حتی اگه طرفدارت نباشن اسم تو شنیده باشن مثلا تو بازیکن بگو اصلا من فوتبالی نیستم ولی فوتبالیستای معروف هممون میشناسیم جاما دوستاش کولدروم ولی بیشتر از اون پلاگ دینو وایبش منو میبره بالا مثل اوایل چتیم رو واید ویدیو من از اون تایپام که شبش پارتی صبح بیخواب میرم کاردیو تو سکو ام بک ان لیورپول داداشم ریده این لایف استایلت میدونم اینجوری نیستی ولی ریکا فکر کنم مثلا 30-40% عضلات تو خواب اتفاق میفته از من نشینه بگیرید من مثل خودتونم من مثلا سرچ کردم فهمیدم من مربی اونجا نیستم ولی میدونم که ریکاوری که تو خواب اتفاق میفته عضلات قسمت زیادی از عضلات سازی اونجا اتفاق میفته نرو کاردیو نرو یعنی میگن واقعا اگه استراحت نمیکنی بعد از ورزش هم نکن اول استراحت کن بعد برو ورزش ما تلفات دادیم تو باشگاهمون یک دقیقه همین کارو که تلفات دادیم نکنید این کارو استراحت صبح میخواب میرم کاردیو تو سکو ام بک ان لیورپول دیس لایف دات آی لیو واز دریمین آی یوزد تو لیو ان ابی رود تو مای نیم پاپد اف لایک دی بیلز 100 گرنچز اول مای نیم پاپد اف لایک دی بیلز بیل لکم هدف مای وان میله تد مای وان ویل آشتی دیپ داون کانوز هاد ا مینینگ اند دی دیپ داون کانوز هاد ا مینینگ کانورسیشنز کانوز مای وان میله تد دوامون بود آشتی دیپ داون کانوز هاد ا مینینگ ended middle of nowhere now when love comes up I'm pissed off I'm chilling alone in this house of pain can't be asked for a link up don't hit me up with no motive cause I'm focused take no pit stop get that back from anyways من زاده شدم واسه این کار نمیخوام معنی و مفهوم دراگ اصلای دختر هم پول حد اکثر بیشترم من نمیخوام معنی و مفهوم دراگ اصلای دختر این کار نمیخوام معنی و مفهوم دراگ اصلا دختر هم پول حد اکثر بیشترم مقدور شاید یه ذره لبامو خندون پشت فرمون سیوی جمعه شب پلنو چیدمش باز چون این بد بیه خیستاش تخم سگ و سمر بار میزنه یه زمان پاسپورت ترافل داچ بود گروپ آک آک پیامی اومدم ترافل لاج حالا تو مجلس چیل داشت مستره میرم ام آی پی میشینم لاج اگه هی منشن میشه من ام آی پی و لاج توی کلابا مثلا اصلا لاج داریم تا جایی که میدونم بازم ما اونقدر نمیدونم نرفتم نمیدونم تو از من بپرس شریعتی سفره خونه کجاست املت کجا بزنم من من راهنماییت میکنم وردآورد مثلا بگو آپاراتی کجاست راهنمایی دیگه ام آی پی چی و لاجی داره من چه میدونم چرا انتظار دارید همه چی من بدونم به خدا من یک انسانم مثل شما چه اسمم دیگه تخمم گیف تو فاکس بک دن بیچ نمیخواست کنه لینک اپ حالا همیشه کونش اینجاست بک دن هم اینه قبلا قدیم S J J J خیلی خوب این بود چک لاج آخرین چک از آلبوم گنگز آخر دو از زیرو تونی وان کید چک چک مودی تری بود چک چک شخصی تری بود چکی بود که تونی داشت در موزه چه میدونم مثلا در موزه درد دلتور صحبت میکرد انگار با مخاطبای اصلیش و فناش که یه جوره اینجور صحبت ها انگیزه دهنده است خیلی واسه ببین من یه روزی که گیر کرده بودم مشکل موتیویشن داشتم یکی از چیزهایی که بهم خیلی کمک میکرد دو تا چیز خیلی بهم کمک کرد یکی شنیدن این سبک ترک ها بود که آدمی که رسیده از چجوری رسیدنش میگه و به حالت خیلی انسان طور ببین اینجور ترک ها با او راستی کاراگاه ورشاد اینجاست ببین به حالت خیلی انسانی حالتی تو این ترک من حسی از تونی گرفتم که از یه آدم عادی شاید بگیره آدم یعنی آدم این حس تو از تونی میگیره تو این ترک انگار تونی هم یه آدم میگه مثل ما اگر توی چهار تا ترک قبلی حس متفاوتی از تونی گرفتیم مثلا تونی تو ذهن ما با شنیدن اون ترک ها یه کاراکتر گنگستر پولدار نمیدونم خانوم باز اشغالی فلان همون تصویری که همه دوست دارن از خودشون تو هر پلتفرمی نشون بدن همه دوست دارن حالا من این کارو نمیکنم ولی اگه طرف یوتیوبر دوست میتونه یعنی احتمالاً ترجیح میده این کارو کنه که به شیک ترین حالت ممکن بیاد تو ویدیو بهترین لباساشو بپوشه البته من چرا مثلا لباسای خوب میپوشم بهترین لباسامو واقعا نمیپوشم ولی پیژامه هم نمیپوشم هر کسی دوست داره وقتی قراره بقیه ببیننش بهترین حالت ممکن ببیننش چه میخواد تو خیابون باشه چه میخواد تو خونه از طریق دوربین باشه چه میخواد موزیکی باشه میدونی چی میگم این موزیک شبیه استوری با زیر پیرنی گذاشتن میمونه
شبیه استوری از زمان قدیم که هیچی پول نداشتیم گذاشتن میمونه. میدونی چی میگم؟ این ترک بود انسانیه یه آرتیستی که وقتی در مقام آرتیست قرار میگیره یه نفر، نگاه ها بهش از پایین به بالا میشه و یه حالت مقدس طور میشه واسه، یه حالت بت طور میشه که انگار این از بچگی اصلا اینجوری بوده. کسی مسیری که تونی طی کرده به اینجا برسه، تونی یا هر کسی دیگه، رو نمیبینه. سختی ها رو کسی اصلا نمیتونه تصور کنه، اصلا بهش کسی فکر نمیکنه، همه به جایگاهی که الان طرف داره فکر میکنن. این ترکی بود که یه خورده اون جایگاهو میشکوند، یه خورده اون بوتر رو میشکوند و از مسیر بت شدن، حالا بت شدن منفیه خورد، از مسیر رسیدن به این جایگاه صحبت میکرد واسه مخاطبا. من کلمه رسیدن رو گفتم، منتظر بودم یه فرصت گیر بیاد اینو بهتون میگم. بچه ها هر وقت احساس کردید رسیدید، ریدید، این جمله یادتون باشه، هر وقت حس کردید رسیدید و دیگه نیازیست به چیز دیگه برسید، همونجا بفهمید که ریدید، بد ریدید یا قراره بریدید از اون به بعد. رسیدنی نداریم ما، هر رسیدن مساویه تعیین مقصد جدید که مثلا مسابقه باشه برسیم یه جور تموم شه ابدا. و آره توی این آلبوم خبری از ترک لاف سانگ و اینجوزا بود، از خبری از لاف سانگ بود. من یادم نیست حقیقت اون ترک کامفی چی بود محتواش، ولی باید اونم پارتی سانگ بوده دیگه. پشه اینجا پشه بیاد نمیره، همینجا متوقفش میکنیم. آره بذار راجع به کانتنت ها و سابجکت هایی که توی آلبوم بهشون پرداخته شد صحبت کنیم. اکثرا گنگستا بود، اکثرا اشاره به پولی که داره، اشاره به دستاوردها، اشاره به دافازی، اینجور چیزا بود. مودهایی که ساخته شده بود، یه مود خیلی اگرسیف داشتیم، مود پارتی داشتیم، پارتی خیلی دیگه، پارتی ترک کانفیو میگم، مود یه مقدار مودی، یه مقدار دیپتر داشتیم که همین ترکی که الان گوش دادیم، یعنی لاج بود، که همچنان توی من داشتم راجع به کانتنت ها صحبت میکردم، سریع بردمش رو مود چون کانتنت واقعا واضح بود که مثلا سه چهار تا موضوع بیشتر نداشتیم. همین آره ترک لاج بود که یه مقدار عمیق‌تر و دیپ‌تر بود. میدونی مثل چی میمونه؟ کاری که تونی توی این آلبوم کرد، انگار یه دست مبارزه کرد و تونست 5 دقیقه دووم بیاره مبارزه. میدونی چی میگم؟ حالا بیشتر از 5 دقیقه تونست چند تا مشتم ول بده، اصلا یه دونه ناک داون هم داشت ولی تاش تهی نداره. من نمیتونم بگم تاش ناکات شد، ولی تاش پیروز نشد به نظر من. تونی دست خودش رو با معرفی خودش، با گذاشتن اسم پدر دریل فارسی روی خودش تا یه حد خیلی زیادی بسته و خودش رو انگار محکوم کرده به فقط دریل بیرون دادن، که من نمیگم بده، نمیگم خوبه، من میگم محدود کردی خودت. تو به خودت بگی مثلا من اسم کانالمو بذارم فقط ریاکشن فور لایف، فقط ریاکشن مود بذارم، اگر چیز دیگه ای بذارم با ادعایی که توی تایتل تو اسم کانال کردم مغایرت داره و پذیرفته، شاید سخت‌تر پذیرفته شه. این اتفاقم هم همینه، خب خودش رو محدود کرده، ولی نسبت به اون محدودیتی که خودش واسه خودش ایجاد کرد، که طبیعتاً یه سری آورده واسش داره، این لقبی که رو خودش گذاشته، میگم نسبت به این محدودیتی که واسه خودش ایجاد کرده تونی، نسبتاً تنوع ترک ها جالب بود. دروغ چرا، خیلی شبیه هم بود ترک ها، ولی میگم دیگه تمام زورش رو زده بود. یه سری ترک های یه مقدار دیپتر داشتیم، یه ترک خیلی خشن داشتیم، یه ترک حالا یه خورده لوکی ولی دارک داشتیم، یه ترک مثلا با رفرنس های ترکی و کردی داشتیم، چیزی که واقعا من از تونی انتظار نشه. یعنی به نظرم انتخاب اون دو تا سامپل، یادم نیست کدوم ترک ها بود، ولی دو تا سامپل داشتیم، دو تا از ترک هامون بیتش سامپل ترکی داشت، یکیش پروسرش حسین یعنی بود، اون یکی هم باز اسمش یادم رفت، ولی میگم انتخاب اون سامپل ها من شک ندارم که فقط به خاطر این بود که تنوع ایجاد شه، وگرنه شاید سلیقه تونی نبوده باشه هیچ وقت اون بیتا، و بعیدم میدونم واقعا باشه سلیقه تونی. اما به هر حال این مبارزه رو شاید چند تا ناک داون توش داشته، تونسته باشه بگیره تونی، شاید تونسته باشه خوب دووم بیاره، ولی همچنان وقتی با باقی ترکای با باقی آرتیستا مقایسه میکنیم، هرچند الووین الو دبلیو نداریم، لوزووین اونقدر به اون معنی نداریم، اگر هم داشته باشیم تونی الان با استریمایی که میگیره، با مانتلیایی که داره توی دبلیو بیشتر تا ال، ولی این محدودیت ممکنه در آینده حالا بازخورد منفیشو ببینه تونی، چرا که یه مجموعه از ترک‌های وایرال مارکتو الان یه سری از رقبا یا مثلا هم نسلیای تونی دارن میسازن که به نظر من تونی توشون سهمی نداره. فریستایلای تونی هست و فریستایلای تونی همشون هیت میشن، ولی ممکنه تاثیر بذاره اعتماد به نفسش، ممکنه به هر حال دیدن دستاورد بقیه و انفجار، چون میگن روند رشد انفجاری بقیه، ممکنه روی روحیه منی که دارم قطره چکونی پیشرفت میکنم، ولی ممکنه مداومتر باشه. میشه میگم ممکنه اصلا نقطه انفجار من نرسیده باشه، ممکنه تأثیر بذاره رو اعتماد به نفسش، ولی من میگم این آلبوم با محدودیت هایی که تونی برای خودش
اعمال کرده بود پتانسیل ترکیدنش رو کمتر کرده بود. کل بحثم اینه. فیچرهایی که آلبوم داشتم خیلی به نظر من میتونست بهتر باشه. کلا فیچری که داشتیم توی یه ترک بودونم کچی بیتس و لیتو بود، آلبوم سولوی بود، میتونه نمیدونم واقعا خودش گفت تفننی رپ فارسی بودش و وقتی این حرفو زده من دیگه انتظار خیلی ازش ندارم که بخواد وقتی بذاره، بخواد هزینه ای کنه، بخواد دردسری بکشه برای ارتقاء کیفیت موزیکاش و شاید اصلا حرفایی که من دارم میذارم با همین یه جمله غیر ولید شه. ولی به هر حال به نظر من توی فیچرینگا تونی میتونست با فیچرینگا یه سری تنوع ایجاد کنه. کلی آرتیست هست برای همکاری کردن که میتونن همراه خودشون، همراه صداشون، همراه نوع نوشتنشون و قلمشون رنگ جدید اضافه کنن به موزیکای یه آلبوم که تصمیم گرفته بود این کارو نکنه و سولو پیش بره. در کل تعبیر تجربه شنیدن آلبوم، اولین بار شنیدن آلبوم برای من در قالب عدد خیلی زیاد نیست، خیلی کم هم نیست. به عنوان آلبوم، نمیدونم آلبوم دیریل باید به این گفت یا نه، ولی به عنوان آلبوم من احساس کم پشتش گذاشتن میکنم. احساس میکنم خیلی کر نکرده، خیلی اهمیتی واسه تونی نداشته موزیکایی که میده بیرون. در نتیجه مردم و شنونده های موزیکای تونی احتمالا خیلی اهمیتی نداشتن واسه تونی. من یه همچین حسی میگیرم از رول اوت بگیر، از پروموشن نداشته بگیر، از ندودن موزیک ویدیو بگیر، همه اینا در کنار هم به نظر من یه مقدار کم اهمیت ندادن تونی به خروجی ها رو به من القا میکنه. شاید واقعا اینجوری نباشه، شاید مثلا این کم اهمیت دادن رو توی جهانی کردن و فریستایل شوهای بینالی که میره داره جبران میکنه. ولی به هر حال من این حسو از این خروجی گرفتم و تبدیل تجربه اولی باشه این آلبوم در قالب عدد برای من چیز مایای 6. شما نظرتون رو بنویسید راجع به این ترک، این ریاکشن ویدیو را دوست داشتید، ویدیو را دوست نداشتید فورگن یادتون نره توی کامنت. اگر هیچ نظر دیگه ای نداشتید، اگر نظر دیگه ای داشتید که خوشحال و خندان میخونم نظراتونو. ویدیوهای کانالم اگر دنبال میکنید دکمه سابسکرایب یادتون نره که فشار بدید و از اون 30% کسایی که ویدیوها رو میبینن ولی ساب نکردن خارج شید. و اگر قدیم ساب کردید باز یه چک دیگه بکنید، ممکنه سابتون رو پرونده باشه یوتیوب. یه دونه زنگولم بغل دکمه سابسکرایب هست. اگر ویدیوها رو دونه دونه همشون رو نگاه میکنید یا میخواد لایوی که من میذارم یا ویدئویی که میذارم رو ازش جانمونید، روی زنگول فشار بدید و بعد از اون یوتیوب از طریق نوتیفیکیشن آپلود ویدیوها، لایو شدنا رو به شما اطلاع میده. و همین، مواظب خودتون باشید تا ویدئوی بعدی. فور گرد.